با درود خدمت دوستان گرامی با یکی دیگر از درس های کوتاه آلمانی و فارسی در خدمتون هستم youtube.com slash اشکان کانال یوتیوب هست چطوری به آلمانی بگیم؟ سوتی دادن سوتی داد، سوتی هست، سوتی داد خلاصه این چیزا مهمترین چیز برای ترجمه یا پیدا کردن معادل بچه ها اینه که موقعیت ها رو بشناسیم من اینو مثلا تو دو موقعیت بهتون میگم که تو فارسی دو تا موقعیت مختلفه فرض کنید سوتی رو کسی میده که یه چیزی رو که نباید بگه فرض کن توی جمع نشسته یه چیزی رو کسی نباید بگه به کسی دیگه اون اونو از دهنش در میره ده میگه می تا جید مثلا فرض کنید توی جمع خانوادگی نشستن حالا یه نفر میخواد یه خونه بخره که نمیخواد کسی بفهمه هنوز شروع کارا رو نکردن و اینا میخواد حالا وقتی خرید بگه به عنوان حالا سپرایز باشه بعد یه دفعه از ذهنش در میره میخوایم خونه بخریم <applause> سوتی داده دیگه درسته اینجا میگن زیش فرپلاپان فرپلا فرپلاپان زیش فرپلاپان میگه چون فر داره مثلا زیش فرشپرشن یعنی یه چیزی رو اشتباه تلفظ کنی زیش مثلا فرزین یعنی اشتباه ببینی پس به اشتباه یه رازی رو فاش کنی اتفاس گهایمز فراتن یکی از معانیش این میشه پس آ دو هستیش گانس شون سن گانس شون رو گانس شون خیلی قشنگ خلاصه دو هستیش فرپلاپرت سوتی دادی اون چیزی که نباید میگفتی گفتی به کسی نگید این یه فلان رازه فرپلاپرت اویش فرپلاپرت اویش نیست فرپلاپرت اویش نیست Das ist ein geheimnis. geheimnis Das ist eine Überraschung Eine Überraschung یه سپرایزه یه رازه پس اینو به صورت اوش گفتم میتونم اگه دو باشه میگم Verplappen Verplappen دیش نیشت اگه زی باشه میشه Verplappen زی زیش نیشت اینا دیگه میدونید نه خب زیش Verplappen یه دونه از این چیزهاییه که میتونید توی موقعیت خاص معادل باشه یه حالت دیگه هم سوتی دادن ما میتونیم مثلا بدون اینکه قصدی داشته باشیم یه حرفی بزنیم که به یه نفر بر بخوره پس کنیم دو نفر یه جا وایستادن توی جمعی هستن یه تونشون حالا قدش خیلی کوتاست یعنی که یکی دیگه بیاد بگه راجع به یه نفر صحبت بشه یکی دیگه حالا اون نه راجع به یکی دیگه است ولی بعد یعنی اون بیاد بگه نفر بگه اون که بابا خیلی قدش کوتاست حالا به این نمیگه به یکی دیگه میگه ولی این آها مم... بهش برمیخوره دیگه درسته باعث میشه که این بلایدیش بشه ممکنه بلایدیش بهش بر بخوره مثلا اگه یه نفر بلایدیش باشه است بلایدیش بهش بر خورده یا قر کرده دو هست میش بلایدیشت بلایدیک، یا بلایدیشت یعنی سرزنش هم کردی نکوهش هم کردی زایم کردی حرفی زدی که بهم هم برخورد پس تو هست میش بلایدیش یتس بین ایش بلایدیش تو هست این بلایدیش اون را سرزنش کردی الان ایس بلایدیش اون سرزنش شده است اون قر کرده خلاصه دلخوره در این مواقع ما میتونیم از یه اصطلاح یکی دو تا اصطلاح استفاده کنیم بچه برای مثلا این سوتی دادن رو میتونیم بگیم این فتنپشن نپشن, نپشن. خیتن. یعنی پاتو بذارید تو ظرف روغن قدم بذارید تو ظرف روغن نپف و جای کاسه هست نپف در نپف نپف در نپف دست نپفشه نپفشه حالا کاسه کچولوه که مثلا قدیما فرض کنیم مثلا حالا گندم چیزی میخواستم بفروشن یا روغنی چیزی بر حال اون وسیله اندازگیریشون این نپف بوده حالا یه دو کاسه سه کاسه چهار کاسه چقدر میشده دیگه حالا بستگی داشته فتن نفشن حالا یه کاسه که توش حالت چربی و اینا باشه باز کنید میخواید پاتونو رو بذارید توی اون کاسه چربیه که اون کف کفشتون تمیز بشه درسته حالا حواستون نیست یه دفعه میزنید اون کاسه رو پرت میکنید همش میریزه رو زمین عمدن نزدید دیگه درسته ولی باعث شده که یه خود یه نوع خودتون رو زایه کردید سوتی دادن میگه یه نوع فعل اماخن هست بچه‌ها اشتباه کردن این این فتنپشن تریتن این هم پس یه نوع سوتی دادن هست که تریتن ترات و گتریتن حالت گذشتاشون هست و مثلا ich ای بین این فتنپشن getreten چون حرکت میکنم قدم میذارم تو اون انگار که با بین میگم یعنی حرفی رو زدم به فرد که نباید میزدم الان دلخور شده ممکنه یه نوع سوتی دادنه درسته؟ اون چرا اون و زدی و اون خودش اینجوریه خودش مثلا پدرش مثلا معلمه چرا راجع به معلم حرف بد زدی تو از سوتی دادی یا تو بیس گانس شون انس فت نپشن, انس فت نپشن پس این رو میتونید استفاده کنید و فرپلاپن خیلی وقتا اینه یه چیزی که نباید بگید میگید سوتی میدید درسته این هم ولی هست یه چیزی که به یه نفر نباید بگیم میگید می که اونو دلخور میکنید زایه میکنید اونو به دیگه این هم پس نظر بگید این دو حالتی بود که من به نظرم رسید توی موقعت هایی که توی فارسی به کار میبریم میتونه معادل باشه حالا ممکنه سوتی دادن ما جاهای دیگه هم به کار ببرید بچه ها ممکنه زیاد جالب نباشه به کار بردنشون یا یه معنی دیگه بده تو آلمانی و هر حال اگر نظر دیگه ای دارید یا جای دیگه ای رو میشناسید یه معادل دیگه ای که توی موقعیت دیگه به کار میره حتما کامنت بذارید تا ببینیم چیا هستن درس های کوتاه آلمانی رو دنبال میکنید لینک تمام ویدیوهایی که نیاز دارید به صورت پلیلیست لیست مثلا درس های کوتاه هستن اینا درس های اصطلاحات داریم درس های اصلی داریم درس های واژگان آلمانی داریم درس های فرانسوی اینا هر چیزی رو بخواید تلگرام و اینا همش زیر همین ویدیو در بخش توضیحات میتونید پلی رو دنبال کنید و به اشتراک بگذارید موفق و پیروز باشید چوست